در ادامه برنامه با شما هستیم و بخش باغبانی را دیدین. شما هم میتونین به بسیار راحتی در خانه هایتان، شما دیدین که چقدر با آسانی کچالو کاشتن و شما هم میتونین در پشت بام هایتان ازی بسیاری تصفیری امیدوار سم چیزهای را مخته باشن و بکارن کچالو یا هر چیزی که شما دوست دارن، هر سبزیجات که شما دوست دارن. و قسمی که قبلا هم گفتم، دو گل با استعداد، دو دختر موفق با مادر برنامه هستن، مروه صالحی و صوفیا جان نادری که هر دویشان نقاش هستن و تمام استودیوی ما را زیبا کردن با نور دستشان. مروه جان خوش آمدی، صبحت بخیر. صبح شما بخیر. بسیره جان مجری موفق برنامه زیبای صبح زندگی و به تمام بیننده های تلویزیون، با امیدی که یک صبح خوب خوش را آغاز کرده باشم. بسیار تشکر. و صبح خودت هم بخیر صوفیا جان. خدای مهربانی ها، سلام خدمت شما بسیره جان و یک سلام خدمت تمام بیندگان تلویزیون آریانا. امید که هر جا باشن خوب صحت سلامت باشن. بسیار تشکر، سلامت باشن. من بسیار خوشحال هستم امروز یک انرژی در وجود ماست که شما را در برنامه با خود دارم، شما را با استعدادهایتان در برنامه با خود دارم. مروه جان بیا در مورد خود برام بگو، چند ساله هستی، صنف چند هستی و چقدر وقت میشه که نقاشی را آغاز کردی؟ من صنف دهم مکتب هستم و 16 ساله هستم. مدت 6 ماه میشه که رسامی یا نقاشی را شروع کردیم. بسیار خوب، ماشاءالله. و صوفیا جان چند سال است؟ من 16 سال هستم، صنف 11 مکتب هستم و مدت 3 ماه میشه که من رسامی را به طور مسلکی میآموزم. بسیار خوب، در 3 ماه و 6 ماه اقدر استعداد اینا به دست آوردن. چی باعث شد که شما بتونین در مدت کم، اول میخوایم صوفیا جان بشنوم، در قدر مدت کم قدر نقاشی های زیبا را انجام بدی، قدر زودتر جذب کنی، یاد بگیری؟ من زمان طفولیت به هنر رسامی زیاد خوش داشتمش و خواستم به طور مسلکی یاد بگیرم و از استاد ما تشکر میکنم که بالای ما زیاد کوشش کرد و من خواست از استاد ما یاد گرفتم که خوبتر نقاشی. بسیار خوب. مروه جان خودت چطور، انگیزه از کجا شد که بخوای نقاشی را آغاز کنی؟ من از من تصادفی شد، یکی از آموزشگاه ها من درس میخوندم، اونجا وقتی که اعلانات شد که رسامی یا نقاشی تدریس میشه، خواستم که ببینم هنر نقاشی یا رسامی چی نوع است و آسته‌آسته علاقه من شدم وقتی که نقاشی استاد ما دیدم و می انگیزه باعث شد که من نقاشی کنم. بسیار خوب، آفرین. و تقدیرنامه های را هم دارن اینا که من دانه دانش بر شما نشان میتونم. اولش از صوفیا جان است که صوفیا جان در مورد این تقدیرنامه بر ما بگو که چی وقت گرفتی، کدام مسابقه بود یا کدام نقاشی بود که تونستی برنده ای تقدیرنامه شوی؟ این تقدیرنامه را مدت یک ماه پیش گرفتم به خاطر امی رسامی مفهومی که کار کردیم از طریق کورس ما برام بایس تو فلان. بسیار خوب، ماشاءالله. و تقدیرنامه بعدی از مروه جان است. مروه جان خودت بگو در مورد تقدیرنامه. این از طرف استاد محترم ما استاد احمد راشد رشید است، به خاطر تقدیر کردن ما را که تانستیم این رسم ما را بکشیم، از خاطر تقدیرنامه را بر ما داد. بسیار خوب، ماشاءالله. و تقدیرنامه های زیاد مروه جان و صوفیا جان گرفتن، انشاءالله که همیشه موفق باشین. میاییم بالای رسامی هایی که شما روی نقاشی هایتان که داشتین. صوفیا جان ایره خودت نقاشی کردی؟ بله، ایره به خاطر وقتی که درهای مکتب بسته شد همه دختر خانم ها مایوس شدن و من خواستم یک تصویر بکشم تا تمام درد دل دخترها را بیان کنم. بله، و نقاشی بعدی که هست؟ نقاشی بعدی هم از من هست و ایره خواستم یکی از خواستم که به مردم بیان کنم که ما اگر دستمون افگار باشه ما میتونیم که بیدامی تصمیم. یعنی هیچ مانعی نمیتونه جلو آرزوهای دختران افغانه بگیره. یک مثال خوبش صوفیا جان و مروه جان هستن که اگر درهای مکتب بر روی اینا بسته شده، اینا رفتن بر روی درهای دیگه، مهارت‌های جدید را یاد گرفتن، قدرت خود افزایش دادن. و مثال خوبش هم میتونه مروه جان و
صوفیا جان بگویم که واقعا خانواده هایشان قابل افتخار هستند که همچین دختران دارن حمایت کردن ازشان و واقعا امیدوارستم همه دختران مثل صوفیا جان و مروه جان انگیزه خوبی را داشته باشن، اگر زخمی هم باشن، اگر افگار هم باشن، اگر هر نوع از مشکلی که سر رایشان است اینا از هدف خود پس نمانند، چیزی که در دستشان است، چیزی که میتونن او کار را باید انجام بدن. و صبح زندگی را که خیلی زیبا نقاشی کرده و ای هم میشه در مورد ازی هم بگویی بر ما صوفیا جان؟ این تصویر میره به خاطر که در غرب کابل انفجار رخ داده بود، من خواستم که یک تصویر از او داشته باشم و که میبینین که تمام کتاب های مکتب خونالود شده بود و من خواستم همون تصویر بکشم و تا که در دل مردم. بله، و این رسامی صبح و زندگی را چطور خواستی که من خواستم باید اتفاق برتون یک چیزی بیارم و خواستم لوگوی صبح زندگی را برتون. بسیار تشکر، توفی خیلی زیبا. البته صوفیا جان هم توفا آورده و مروه جان هم توفا آورده که عکس ما را رسامی کردن. بسیار تشکر. مروه جان درباره رسامی بر ما بگو، در چقدر وقت شروع کردی؟ تمامش در چقدر وقت کردی؟ این رسامی در طول 3 ساعت تمام شد. 3 ساعت؟ بله، در 3 ساعت تمام شد و خواستم که یک تحفه داشته باشم به برنامه زیبای صبح زندگی. بسیار تشکر، آفرین. ما بسیار از اشخاص را دیدیم وقتی که میخواین رسامی را بخوانن شروع میکنن با او، حتی تا 1 سال نمیتونن چهره رسامی بکنن. چطور خودت میتونی؟ من تلاش های خودم بود و تشویق های استاد محترم که میتونم در ظرف 3 ساعت یا 2 ساعت هم یک چهره رسامی کنم. بسیار خوب. و اینجا چند از نقاشی های زیبای دیگه هم است که در بارش بگوی، از مروه جان است یا صوفیا جان؟ از ماست. یک رسم ریالیسم است که مدت کارش 2 ساعت می باشه. دیگه از انواع و اقسام رنگ زرد استفاده شده. بسیار خوب. ریالیسم دیگه طبیعی. طبیعی واقعی. بله. حالا که بیشتر از این سبک فکر کنم استفاده میشه. بله. این یک رسم ریالیسم می باشه که مدت کار از 1 ساعت است. دیگه یام از انواع و اقسام رنگ زرد استفاده شده. عالی است. و یکی بسیار متفاوت است. مروه جان میخواین درباره ازی بر من بگویی که به سبک پنسلی کار شده. مدت کارش 3 ساعت یا زیادتر از اون میباشه که حضور زنها رو در جامعه نشان میده. بسیار خوب. کم رنگ است. شکسته. ولی قدرتمند. بله. و این هم سبزیجات بسیار مفید که مروه جان رسامی کرده، یا سبک ریالیسم است؟ بله، یا سبک ریالیسم می باشه که مدت کارش بیش از 30 ساعت است. بسیار خوب. صوفیا جان درباره ازی بر ما بگو که در خانواده کی بیشتر حمایتت میکنه زمانی که قدم برداشتی به یکی بخوای یک رسام موفق شوی؟ تمام اعضای فامیل مرا حمایت کردن و تشکری میکنم ازشان و زیادتر پدر جانم حمایت زیادتر کردن در یه عرصه. بسیار خوب. به نظر خودت چقدر حمایت میتونن تأثیر به این داشته باشه که بتونید در کار خود موفق شوید؟ حمایت بسیار سر روی انسان تأثیر میکنه، چون که همین حمایت هاست که انسان در یک جای میرسه و خود تنها احساس نمیکنه و میفهمه که یک کس دنبالش هست و همیشه دستش میگیره. بله، بدون شک. امیدوارم همه پدران و مادران حمایت بکنن از اولادهایشان، به خصوص از دخترانشان در این زمینه. مروه جان، زمان که از این خبر شدن که مکاتبتان بسته است، چی حس را داشتی؟ من هیچ وقت امید خود از دست نمیدم. آفرین. در فکر از این هستم که مکتبم شروع میشه، قسمی که از ولایت های دیگه هم شروع شد، به امید از این هستیم که از کابل هم شروع شوه. و حمایت کننده ما در این بخش که من میخواستم نقاشی یا رسامی بخونم بیشتر پدر جانم است و همچنان مادر جانم. هم فامیلم است، مگم بیشتر پدر جانم زیاد تشویق میکنه و یک گلگوی خاص مام که استاد محترم میباشه که با تشویق های استاد ما بسیار پیشرفت کرد. بسیار خوب. پدر جان مروه جان هم یک قهرمان واقعی است، یکی از همکاران بسیار خوب ما همچنان است و ما واقعا افتخار میکنم به داشتن همچین همکار، به داشتن همچین پدران در جامعه ما که دختران خود قدر قوی حمایت میکنن که قدر انگیزی بالا دارن، قدر انگیزی خوب دارن. با امید ازی که همه پدران و مادران همه قسم انگیزه، همه قسم قوت به دختران خود بتن. صوفیا چی میخوای در آینده شوا بخیر؟
ما در آینده میخوایم یک بزنسمن شم و میخوایم مثل شما یک جنرالز خوب باشیم. انشالله حتما میتونی باشی. با این که خودت در مدت بسیار کم تانستی به این هدفت خود را برسانی و در این وقت یک انگیزی بسیار خوب داری، با او هم 100% میتونی برسی. و مروه جان چی میخوای شد؟ ما در آینده میخوایم یک دکتر موفق باشم تا به مردم خود خدمت کنم. و تصمیم آینده این برنامه می است که به سبکای مختلف کار کنم، هنر نقاشی را به سبک آب رنگ، سبک روغنی. امی برنامه بسیار خوب، واقعا برنامه های بسیار خوب دارن، اهداف بسیار خوب دارن. من بالای وجود و قدرت هر دویتان باور دارم، مطمئن هستم هر دویتان هر آن چیزی که بخواین با او میتونن رسیده. چون ما از اینکه شما در این شرایط تصمیم گرفتن، به تصمیمتون رسیدن، به هدفتون رسیدن و تصمیم های دیگه که دارن حتما انشالله که میرسن و موفقیت های هرچی بیشتر بر شما میخوایم. اگر پیام داشته باشن صوفیا جان، پیام داری برای دخترم؟ اول از استاد ما احمد راشد رشید به خاطر بابت تمام زحمتاشون تشکر میکنم. و پیام آخرم به نوجوانا و همسن سالای می هست که از خانه نشستن و مایوس نشن و رای هنر یا رای ورزش و هر چیزی که میخواین ادامه بدن و از خانه نشستن میشن و به امید که دوباره در مکاتب باز شه ان شاء الله. و در آخر هم من میخوام که از استاد محترم تشکری کنم، استاد احمد راشد رشید، که بسیار تلاشای خود بالای ما به خرج دادن. و به تمام دختر خانمای افغانستان پیام می است که وقت بسیار گرانبهاست، وقت را هدر نکنیم و دنبال هنر باشیم و هنر یک بخش زندگی خود بسازیم. آفرین. و هر دویشون در وجود مروه جان و صوفیا جان یک چیز دیگر هم که متوجه شدم، چقدر اینا صادق هستند، چقدر قدردان زحمات استادشان هستند که از شروع برنامه تا حالا چندین بار ازشان یادآوری کردن. راشد جان رشید هم یکی از نقاشان بسیار موفق است که چندین بار ما اونا را در برنامه هم داشتیم. واقعا یکی از جوانان با استعداد است و ما خوشحال هستیم که جوانان مثل راشد جان داریم که حمایت میکنه از دخترها، از شاگردهای دیگهشان. و از شما هم یک جهان سپاس از اینکه به برنامه ما تشریف آوردن، از اینکه تحفه های بسیار زیبا بر ما آوردن و از اینکه انگیزه و قدرت به دیگر دخترها باشه. تشکر از شما که ما را دعوت کردید. سلامت باشین، روز هر دو گل زیبای ما بخیر باشه. قدرمون لیدون که تاس هم لبون سر پات شید اخبروانه پا دوام که وزدمانی سو او بیرتر کرسون.